خبر تو خبر خبر داره براتون از برکناری وزیر علوم شیخفری توسط نماینده های دلواپس و دهنکجی شیخفری به مجلس با بکارگیری دوباره اون. البته من خب خیلی دوست داشتم که وزیر علوم من باز هم رأی اعتماد بگیره و از او استفاده خواهیم کرد، دیروز به عنوان وزیر و امروز به عنوان مشاور رئیس جمهور. به این ترتیب مسابقه تو سری زدن به همدیگه در نظام ولایت با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. با برکناری وزیر علوم، دلواپس‌های نظام اومدن راه ورود زهر به دانشگاه رو ببندن. اما از اون طرف عرصه تئاتر طوری زهرمالی شد که داد تیبریش هم در اومد. با نگاهی به اجراهایی روی صحنه، هویت ایرانی اسلامی را باید گمشده خیلی از تالارهای نمایش قلمداد کرد. در بهترین تالارهای کشور با این صحنه ها روبرو می شوید. تکخانی زنان و گریم غیر متعارف، دیالوگ های سخیف و سوال آخر در مورد چرایی حضور متولیان فرهنگ و هنر به عنوان مخاطب خاص در نمایش هایی است که با فرهنگ ایرانی اسلامی منافات دارد. آیا این حضور قدمی در تایید این نمایش ها نیست؟ به نظر میرسه در نوبت بعدی یقه وزیر ارشاد جام زهری شیخفری لای دندون های دلواپس ها گیر کنه و چارچرخش بره هوا. از اون طرف هم تیبریش هیچ فرصتی رو برای مالوندن کوسه و بچه هاش از دست نمیده. درخواست اشد مجازات برای میمه با موزیک پدرخوانده. متهم میمه این هفته برای چهارمین جلسه به دادگاه رفت برای پاسخگویی به اتهامات اقتصادی و امنیتی، اما دم در دادگاه به تلافی یقه همه اهالی تلویزیون رو گرفت و خفگیری کرد. شما تلویزیون های مش دروغگو هستید. آقای سخنگو، مردم منتظر عدالت قاطعانه هستند. منتظر. اما با این همه تیم شیخفری و کوسه از رو نرفتن، چون پاشون سفته که درد تحریم مال همه باند هاست و راهی جز زهرخوری پیش پاشون نیست. هیچ کس به ما نمیگه امروز که شما مسئله هسته‌ای رو حل نکنید، ولش کنید. هیچ که به ما نمیگه. همه میگن مذاکره جدی انجام بدید. همه میگن این موضع رو حل کنید. به هر حال تحریم یک باریست، تحریم که بار بر دوش شخص من نیست که من بگم دلم میخواد بردارم بر ندارم، بار بر دوش کل ملت ایرانه. به زبون بی زبونی میخواد بگه که کل نظام تو تله تحریم گیر کرده و راه خروجی از اون براش متصور نیست. همین. و حالا یک نگاه ولایت مدارانه از این آخوند دین فروش به تنها کارکردی که اسلام میتونه برای آخوندها داشته باشه. اسلام یعنی حکومت با جمیع شونش. حکومت نداشته باشه اسلام، حکومت نداشته باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه تو دنیا. باید به حکومت برسه. هر کاری مشروعی باید کرد، هر انقلابی باید کرد، توسط عالمی باید رفت زیر پرش قرار گرفت تا این حکومت انجام بده. رفته بودم اخیراً ترکیه، اونجا یه برای بچه های حزب الله ترکیه اونجا یه شبکه ای را انداختن، شبکه 14 به نام 14 اسمش شبکه اوندورد.
به نام 14 معصوم. خیلی جالب بود، میگفتن که ما اینجا بحثی که اینجا میکنیم بحث شیعه و سنی نیست، ما اینجا بحثی که میکنیم بحث امت واحده اسلامی، همین بحثو ما بحث امت واحده اسلامی میکنیم. و اتفاقا وقتی بحث امت میکنیم، تا بحث امت میکنیم اونا میگفتن، خیلی جالبه، میگفتن تا بحث امت میکنیم امت تعریفش با امامه، میگن امام پس کی؟ تا بحث امامت میشه، امامت این امت واحده کی باشه؟ همه خودشون ناخودآگاه ذهنا میچرخه به سمت سید علی حسینی خامنه ای. و حالا ارائه جدیدترین الگوها به نسل جوان توسط حجت الاسلام وانابیانج. این که ما میگیم حضرت امام جوان بود، رهبری جوان هستن، برای که ویژگی ها درشون هست. مشکلاتی که رو دل ما هست بیشتر یا مشکلاتی رو دل آقاست؟ حتما. چقدر امیدوارانه حرف میزنن. ببخشید من این تعبیر رو عذرخواهی میکنم بکنم، نه اینکه خدایی نکرده مبالغه کنن، ببخشید با تعبیر عرفیش از محضر آقا، نه اینکه خالی بندی در کار باشه. کسی که در این مملکت بیشترین اهمیت رو برای جوانها قائلن و همیشه خوب بودن جوانها رو هم به خود جوانها هم به دیگر اعضای جامعه یادآوری میکنن، رهبر معظم انقلابه. این هم علاقه متقابل جوانا به آخوندهای حکومتی از طریق اسکل کردن اونها. اینجاست که وقتی آخوندا میبینن دکونشون دیگه تو داخل ایران رونق نداره، میرن اون ور آب تو آمریکای لاتین تا برای اسپانیایی زبانها کلاس نوحه بذارن. دبیموس کنتر ای دبیموس رسیتر کن اونا گیه که نس اجوده پرکه نسوتروس نو کنتموس انفلسو سی؟ Tenemos algunos grupos melódicos, ¿sí? Uno recita así: Assalamu alayka ya Abu Abdullah. Nosotros también podemos recitar como ellos. اون دفعه یه آخونده اومده بود برای موسیقی حلال توی تیویریش نسخه بپیچه که اینو گفت، یعنی موسیقی که به رقص بیاره چه حرامه. بعد از اون تیویریش این آسو رو کرد که داره روی مرز حلال و حروم شلنگ تخته میندازه. درخشیدی در آفاق بلند شب، شکوهت آسمان را سایه گستر شد، به طور معرفت جان و دلت سینای دیگر شد. در پایان دو نمونه از بروز استعدادهای هنری در دوران کودکی رو میبینیم که میتونن در آینده به ستاره های دنیای هنر تبدیل بشن. اولی در مشرق زمین. و دومی الویس پریسلی 20 سال بعد.